نشست علمی روزانه آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی روز دوشنبه 25 مزیقعده سال 1445 برگزار شد در این نشست همچون جلسات پیشین ایشان به سوالهای حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند آیت الله العظما شیرازی در رابطه با راه های اثبات سیادت فرمودند در کتب فقهی ذکر شده که راه اثبات سیادت از دو طریق می باشد. یا فردی که مشهور به سیادت است و مردم آن فرد را از گذشته دور به سیادت میشناسند و یا اگر آن فرد به سیادت نزد مردم شهرت نداشت نیاز به اماره شرعی دارد یعنی دو فرد عادل شهادت دهند که آن فرد سید است لذا اگر شهرت و اماره شرعی برای اثبات سیادت وجود نداشت مفید نخواهد بود معظم الله در رابطه با کسانی که مشمول دریافت سهم سادات میشوند فرمودند حسب روایات حسب روایات معتبر معصومین که فقها نیز بر اساس آن فتوا دادند خمس به ذریه هاشم تعلق میگیرد اگر مؤمن و فقیر باشد حتی اگر از نسل بنی عباس و یا ابو لحب هم باشد اگرچه فضیلت ذریه رسول خدا و امیرالمؤمنین بیشتر از سایر فرزندان هاشم است اما در تعلق گرفتن خمس میان آنان فرقی نیست ایشان همچنین تاکید فرمودند سیادت شامل تمامی فرزندان امیرالمؤمنین چه از نسل حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و چه غیر از نسل آن حضرت نیز می شود. لذا مثلا فرزندان حضرت اول فضل عباس و حضرت زینب و عبدالله ابن جعفر هم از سادات محسوب می شوند آیت الله شیرازی با اشاره به اینکه اولین کسی که از امامه سیاه استفاده کرد رسول خدا صلی الله علیه و آله بودند فرمودند در روایات ذکر شده امامه سیاهی که آن حضرت از آن استفاده می کردند صحاب نام داشته است با هم فرمایشات آیت الله لزما شیرازی را ببینیم و بشنویم نه شهرت در مواضع خاصه در وقف و در ملک و در نسب و در این نه شهرت حجیت نداره مگه در این موارد خاصه که دلیل داره بله بیله حجت شهرت هم حجت و بیله مقدمه بر شهرت اگه یه جایی بیله بود این را تو فقه تو باب تقلید تو شروح عروه ذکر کردن